سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحت باشین، خوب باشین. شب براته و همه شما تبریک میگم. خواستم که ریسیپی امروز همراه شما شیر کنم. قابلی عدد یک بخار پخته کردیم، البته قابلی دم پخت است. امیدوارم این ریسیپی هم خوش شما بیاید. حالا مواد لازم و طرز تهیهش میبینیم. مواد لازم هم میبینیم. گوشت است. برنج قبلا تر کردیم. پیاز و بانجان رومی. خلال زردک. کشمش. نیم گیلاس روغن. نمک و مساله. سیر. این هم مواد لازم است. البته خلال چند باده است. نسبتا کم دولتر خلال کردیم. اول دادیک روغن اضافه میکنیم. البته روغن به اندازه برنج ما گرفتیم. بار دوم روغن اضافه نمیکنم. دو دانه پیاز میده کردیم. بسیار نازک پیاز دادیک اضافه میکنیم. 3 دقیقه سرخش میکنیم. بعدا نمک اضافه میکنیم. میمانیم تا پیاز بسیار کم رنگ بگیره. کم شیرجویی شده. و بانجان رومی را هم پوست کردیم. بعدا خرد خرد ریزش میکنیم. سیر هم با کارد خرد ریزه میکنیم. پیاز هم میبینین رنگش نسبتا کم گلابی شده. زیاد رنگ پیاز تاریک نمیکنیم چون برنج ما رنگش تیره میایه. حالا گوشت اضافه کردیم. گوشت هم خوب سرخ میکنیم. بعد از 2-3 دقیقه بعد بالای سیر اضافه میکنیم. سیر اضافه کردیم. گوشت حالا گوشت خوب سرخ میکنیم تا که کاملا گوشت بریان شوه و پیاز هم حل شوه. تقریبا 8-9 دقیقه در بر میگیره. بعد از 10 دقیقه بعد میبینیم گوشت کاملا سرخ شده. گوشت کاملا سرخ شده، آماده است. حالا بانجان رومی را اضافه میکنیم. باز هم خوب سرخش میکنیم تا بانجان رومی کاملا حل شود. بانجان رومی هم حل شد، آماده است. بعد از 1-2 دقیقه بعد آب جوش اضافه میکنیم. اندازه که گوشت نرم شود. دیگه بخار میتیم. مدت 15 دقیقه دیگه بخار میتیم. بعد از 15 دقیقه بعد میبینیم گوشت کاملا آماده شده، نرم شده. گوشت آماده است. حالا تمام گوشت را از دیگ بیرون میکنیم و برنج داخل یخنیش اضافه میکنیم. البته بسیار خوشمزه می قابلی دم پخت. اگر خواستید میتونید از این ریسیپی ما شما هم آماده کنید. حالا آب اضافه کردم کمه و نمکش هم نسبتا کم بود. بسیار کم نمک اضافه کردم. اندازه آب میبینین که چقدر آب اضافه کردیم. تقریبا نیم بند کلک است. میبینین آبش به این اندازه است و به قاشق هم نشان دادیم. بسیار یک نوکک خورد قاشق است.
به این اندازه تا به شما هم دقیق معلوم شود. آب اضافه شد، حالا همو گوشت داره تمام شده دیگه اضافه میکنیم. البته شور نمیدیم، با قاشق و یک قسم میچینیم، بالاش مساله را اضافه میکنیم. خلال زردک و کشمش اضافه میکنیم و سر دیگه بسته میکنیم. البته پیوز شنه میمانیم، بخار نمیدیم، فقط 10 دقیقه میمانیم که دیگ بخار بگیره. البته بخار دیگه نمیمانیم. بعد از 10 دقیقه بعد از او به این قسم بخار گرفت. بعد از 10 دقیقه بعد این زیردیگی را میمانیم و حالا میمانیم که بخار بگیره بر 5 دقیقه. 5 دقیقه بخار بگیره. بعد از 5 دقیقه بعد میبینین دیگه ما آماده است، کاملا پخته شده، بسیار خوشمزه میآید، بسیار غذای سریع و ساده است. امیدوارم که خوش شما وطنای عزیز آمده باشه، دیده باشه این ویدیو را. غذای ما آماده است، حالا در پوری صرف میکنیم، میکشیم شد. تشکر از اینکه ویدیو های ما را میبینید، لایک میکنید، کامنت میدهید. باز فراوان از هر یک شما هموطنای عزیز. ای هم غذای امشب ما که آماده کرده بودم، خواستم امرای شما هم شریک کنم. امیدوارم که شما هم شب براتر به خوشی در کنار فامیلتان سپری کرده باشین. ای هم شب برات در قرنطین که به خوشی سپری شد. و ای هم نوید جان خواست که در ویدیو بیاید و نان نوش جان کنه. البته بعد از نان شب برات ما هم تجلیل کردیم. خداوند صلح و آرامی را در تمام جهان بیاره، از این مرض خطرناک لای همگی در امان باشن. خواستم این ویدیو را هم همراه شما شریک بسازم. خدا کنه که شما هم با فامیلای عزیزتان شب برات به خوشی سپری کرده باشین. اگرچه همگی در خانه ها قرنطین هستیم، باز هم خواستیم تجلیل از شب برات کنیم. تشکر از اینکه ویدیو های ما را حالا دیدین. دیگه شب روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار همه ایتان.